برنامه های مختلفی که دارن، من یه تک برنامه‌شون رو میگم خدمت شما، سریع میخونم براتون. عرض بنده تمام، خسته شدی. یک، برنامه های بلند مدت، حذف نظارت استصوابی از شورای نگهبان. دو، بازگشت به قدرت بدون کمک رهبری، با حذف رهبری. من نگم این جمله رو، اینا رو دیگه بدون اسم براتون بگم. گفتم براتون اون دفعه، گفتم برای عده‌ای دیگه، بذار ضبط بشه. داره میره پیش آقا فلانی پیغام میده، همینایی که جلوی الان آقا وایستادن، که آقا بهتره که دوباره رهبری برگردد. بگم دیگه به بیت امام. میگه رفتم گفتم به آقا، آقا فرمود به تو هم گفته؟ به چند نفر دیگه گفتن؟ دنبال چه چیزی هن؟ با حذف رهبری. سه، تر محدود کردن و پاسخگو کردن رهبری. این تکار رو گوش بدید، اینو خیلی خطرناکه، دارن دنبال این هستن. به وسیله چه چیزی؟ یک، فعال کردن مجلس خبرگان رهبری جهت نظارت بر رهبری. شما این اجلاسیه خبرگان یه نفر رو تونستن این کار انجام بدن. اجلاسیه خبرگان خیلی جدی علیه اونا وایستاد، اما یه نفر این کار رو کرد، آقای دستغیب شیراز. ببینید چه جملاتی علیه رهبری علیه نظام گفته. دو، شورایی کردن رهبری. حواستون جمعه؟ سه، موقت کردن رهبری. چهار، تعیین مرجع رسیدگی به شکایت علیه رهبری. پنج، به وجود آوردن زمینه عزل رهبری توسط محاکم قضایی. فکر میکنید چرا اینقدر شایعات علیه رهبری زیاد شده؟ چرا مرگ بر رهبری، مرگ بر دیکتاتور روی دیوارا الان 5-6 ماه چرا زیاد شده؟ پروژه است. اینو باید مردم باید گفت. خیال نکنن یک دفعه یه چیزی به وجود اومده. یه پروژه است، رهبری باید برود چون سد محکمی است. هم خارج هم داخل نمیتونن پیروز بشن با رهبری. من از شما سوال میکنم، سازمان سیا تو دنیا بخواد یه کشور رو براندازه میتونه یا نمیتونه؟ سازمان سیا اضافه کنید سازمان جاسوسی اسرائیل را، آلمان را، انگلستان را، فرانسه را، و و چرا رهبری رهبری نمیشن؟ تهیه کیفرخواست علیه رهبری، شکستن ابهت رهبری، فعال کردن و زنده نگه داشتن جریان اعتراض، ترویج و تشدید نافرمانی مدنی. بذار ضبط بشه، فقط تو تهران 1000 تا پزشک توبیخ شدن، مردم رو تحویل نمیگیرن. نسبت به رهبری کار جدی به نظرم آغاز شده، حذف رهبری خیلی جدی قراره بشه، اونو دنبالن. و این باید برای مردم توضیح داد، اینو دنبال چه چیزی هم؟ دنبال قدرت نیستن. مبانی فکریشو برای مردم بگیم، جنگمون هم با اونها باید گفته بشه، جنگ رو چه چیزایی داریم اصلا.